سر خط خبرها. گزارش ها از رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در مراسم مذهبی ایران، ستاد مدیریت کرونا درباره نماز عید فطر و تظاهرات روز قدس تصمیم میگیرد. بازگشت محتاطانه مردم بریتانیا به محیط کار. مردم انگلستان، چین نگران از موج تازه کرونا، یک شهر دیگر را قرنطینه کرد. آغاز تحقیقات مشترک ایران و افغانستان درباره گزارش غرق کردن مهاجران افغان در مرز. کابل میگوید مسیر اجرای عدالت هموار خواهد شد. و داستان زندگی در ادلب، فرار از حمله شیمیایی و آوارگی زیر سایه کرونا. سلام، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. وزارت بهداشت ایران میگوید وضعیت کشور از نظر شیوع ویروس کرونا هنوز عادی نیست، اما در اکثر استانها مرگ و میر و ابتلا به تدریج رو به کاهش است. در میان وضعیت استانهای خوزستان و تهران نگران کننده اعلام شده. به گفته سخنگوی دولت، علت اصلی شرایط ناگوار خوزستان تعطیل نکردن تجمعات و مراسم عزاداری بوده. از طرف دیگر رئیس جمهوری گفته که مراسم شب قدر در مساجد ایران با رعایت دستورالعمل‌های ویژه و اصول بهداشتی برگزار شد. طبق آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 2000 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 50 نفر دیگر جانشان را از دست دادند. علی همدانی گزارش می‌دهد. اولین شب از شب‌های قدر امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا در سایه تدابیر بهداشتی برگزاری مراسم مذهبی موسوم به شب قدر به روایت تلویزیون ایران. در گزارش‌های صدا و سیما تاکید بر اشتیاق مردم است برای حضور در مساجد و اماکن مذهبی و تلاش مقامات برای اعمال فاصله گذاری اجتماعی. روایت متفاوت شهروند خبرنگاران. این تصاویر از مشهد به دست بی بی سی رسیده. راوی میگوید که صدها نفر بدون رعایت فاصله گذاری اجتماعی کنار یکدیگر جمع شدند و این تصاویر را خبرگزاری ایسنا منتشر کرده. مردمی که بدون رعایت فاصله مشغول برگزاری مراسم مذهبی ویژه این شب بودند. جلسه امروز هیئت دولت، حسن روحانی از بازگشایی موفقیت‌آمیز مساجد شب گذشته خبر داده و از مسئولان تشکر کرده. برگزاری مراسم دولتی ماه رمضان همچنان دغدغه مورد بحث در جلسات مقامات. پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد امنیتی کرونا در وزارت کشور ایران مقامات جمع شدند تا درباره چگونگی برگزاری روز قدس و نماز پایان ماه رمضان بحث کنند. یکی دیگر از موضوعات که خیلی مهم بود بحث نماز عید فطر بود. در نماز عید فطر مثل بقیه پیشنهاداتی بود، از جمله اینکه فقط در شهرهایی که سفید هستند در فضای باز و با رعایت کامل پروتکل ها برگزار بشه. یه پیشنهاد دیگه این بود که در شهرهای سفید و شهرهای زرد که بیش از 400 تا شهر را شامل میشه با همین شرایط برگزار بشه. یه پیشنهاد دیگه این بود که در کل کشور با رعایت شرایط پروتکلی و در همه مساجد و در فضای باز بشه. بازگشایی اماکن ورزشی و مسابقات تمرکز امروز وزارت بهداشت ایران بوده. امروز نامه رو خدمت عزیزان برای وزارت ورزش و جوانان میفرستیم که در شهرهای غیر قرمز و نسبتاً پرخطرتر هم با خطر متوسط و حتی پرخطر هم ورزش‌های انفرادی بتونن برقرار بشن. برای تمرین‌های لیگ‌ها امروز داریم تصمیم گیری می‌کنیم که به عزیزان ابلاغ کنیم در مراکز ورزشی. همه در حالی که درباره میزان دقیق شیوع ابتلا و قربانیان کرونا در ایران تردید وجود دارد. آماری را که دولت ارائه می‌کند بسیاری حتی از میان مسئولان رد می‌کنند. شمار آزمایش‌های روزانه تشخیص ابتلا در ایران مشخص نیست و آخرین آمار ارائه شده در اوایل ماه اردیبهشت رقمی متناقض از روزانه 6000 تا 15000 آزمایش را نشان می‌دهد. رقمی اندک با توجه به جمعیت 83 میلیون نفری ایران.
و همزمان گزارش‌ها درباره شیوع دوباره یا جهش در موج اول شیوع در استان خوزستان خبرساز شده. سخنگوی دولت برگزاری مراسم مذهبی بدون فاصله گذاری اجتماعی در ماه رمضان را از جمله دلایل ابتلای شهروندان خوزستانی به کرونا ذکر کرده. تصاویر تازه از گورستان بهشت زهرای تهران، دفن و کفن قربانیان کووید 19، تجمع و عزاداری در دوران کرونا برخلاف توصیه‌ها در اغلب نقاط جهان. علی همدانی، بی بی سی. از رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی در پاریس، درباره رعایت نشدن فاصله گذاری اجتماعی در مساجد و مراسم مذهبی ایران پرسید. نمونه خوزستان که در گزارش هم بود میتونه در سراسر کشور هم تکرار بشه. واقعا رعایت فاصله اجتماعی با این وضعیت در محیط‌های دربسته که مراسم مذهبی برگزار میشه یا هر مراسمی در محیط‌های بسته به شوخی بیشتر شبیه هست. ولی حالا ما از یه اقلیت یا بخشی از جامعه متدین سنتی که بگذریم، اقتصاد دین هم در اینجا نقش زیادی داره. یعنی همونطور که مثلا آرایشگرها، باشگاهدارا میخوان مغازه‌شون رو باز کنن، اهل منبر و مدعاها و روزخانه ها هم همین تمایل رو دارن. یعنی اون هم یه دکونی است، یک شغل اقتصادی است. حالا هر قشر و صنفی که در درون حکومت قدرت بیشتری داشته باشه، پای بیشتری داشته باشه، خب میتونه مصالح و منافعش رو بیشتر پیش ببره. آقای عرافی رئیس اوضاعی علمی میاد در هیئت دولت، خب لابی میکنه و این تصمیم گیری رو جلو میندازه. از طرف دیگه خب فشار جامعه مدنی هم هست. به هر حال الان بعد از 2-3 ماه آگاهی عمومی بیشتر بالاتر رفته، فشار افکار عمومی هم هست. یعنی یک تناقض بین مصلحت‌های اقتصادی و سیاسی با فشار افکار عمومی. وقتی دانشجو میگه ما سر کلاس نمیام یا خانواده‌ها هراس دارن بچه‌هاشون رو بفرستن، خب اینم وارد معادله میشه. البته برای حکومت مراسم مذهبی فقط اقتصاد دین نیست، بسیجگر اجتماعی هست. اونجا باید تئوری‌ها و فردیات حکومت هم القا بشه، به حقنه بشه به مخاطبین. البته این یک مسئله جهانی هم هست، یعنی چالش اقتصاد سیاست با امر بهداشت یا امر جهانی است. ولی در ایران که اقتصاد ورشکسته تری داره، سیاست حکومت پوپولیستی تر و پروپاگاندایی است، این شتاب بیشتر مشاهده میشه. یه نکته هم میشه اضافه کرد که در ایران خب به هر حال یه اقلیتی بر اکثریت حکومت میکنه، ولی تا جایی که ضرر و زیانی یه سیاستی فقط به اکثریت وارد بشه حکومت تردید نمیکنه. ولی حالا در راهپیمایی روز قدس یا نماز عید فطر که آقای خامنه‌ای باید بیان، مساله خود حکومت، حفظ آقای خامنه‌ای، حفظ سران نظام هم براشون مهمه، چون شنیده شده 300 نفر از سران نظامی و سیاسی و امنیتی کشور چند ماهی است قرنطینه و محافظت مضاعفی میشن. بنابراین این مصلحت حالا با اون مصلحت اکثریت با هم تقاطع داره، تداخل داره و باید دید که چه تصمیمی گرفته خواهد شد. رضا علیجانی بود، فعال ملی مذهبی. ما در افغانستان با ثبت مرگ 5 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته، آمار رسمی جان‌باختگان بر اثر شیوع کرونا در این کشور به 132 نفر رسید. وزارت صحت میگوید نزدیک به 260 مورد جدید ابتلا در این کشور ثبت شده و تعداد مبتلایان شناسایی شده به بیش از 5200 نفر رسیده. در 24 ساعت گذشته بیش از 40 بیمار هم بهبود یافتند. خدمات حمل و نقل شهری در لندن روند بازگشت به حالت عادی را آغاز کرده. دولت توصیه کرده تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نشه و در صورت استفاده مسافران باید انتظار صف‌های طولانی و تأخیر رو داشته باشند. کسانی که میتونن از خونه کار کنن همچنان باید دورکاری کنن. در هند نخست وزیر این کشور از کمک 266 میلیارد دلاری به کسانی خبر داده که کسب و کارشون به خاطر کرونا آسیب دیده. اما بیشترین آسیب اقتصادی متوجه چین شده که بیم موج تازه‌ای از ابتلا به کرونا در این کشور میره. مهرداد فرهمند گزارش میده. قطار زیرزمینی لندن دوباره شلوغ شد، اما با الزام به پوشاندن دهان و بینی و رعایت فاصله که صف‌ها را درازتر و زمان رفت و آمد به محل کار را بسیار طولانی‌تر می‌کنند. کسانی که نمی‌توانند از خانه کار بکنند باید سر کارشان برگردند، البته اگر کاری در کار باشد.
از جمله کسب و کارهایی که از سر گرفته می شود، معاملات املاک است. مشتری ها می توانند بروند خانه ببینند، اما مهمان به خانه نباید دعوت کرد، حتی اگر پدر و مادرتان باشند. استدلالم این است که مشتری یک بار می آید می بیند و می رود، اما دوست و پدر و مادر و فامیل رفت و آمدشان تکرار می شود و خطر انتقال ویروس بالا می رود. از بحران اقتصادی جهانی 12 سال پیش تا کنون، امسال بدترین سال اقتصاد بریتانیا است. پیش بینی شده که اقتصاد کشور 14% کوچک می شود. بحران اقتصادی سال 2008 5 سال طول کشید تا رفع شد، اما اقتصاددانان می گویند رشد 15% پیش بینی شده برای اقتصاد در سال آینده بحران امسال را رفع خواهد کرد. در این 7 هفته‌ای که قرنطینه در بریتانیا برقرار بوده، 2 نوع کسب و کار سود برده و رشد کردند. داروسازان و داروفروشان 9% و شرکت‌های تأمین کننده ارتباط اینترنتی 1.4% اندوخته‌شان افزایش یافته. بدترین ضرر را هم تولید کنندگان خودرو دیدند با افت بالای 16%. شرکت استون مارتین، تولید کننده خودروهایی که جیمز باند سوار می شود، از 146 میلیون دلار ضرر خبر داده. فروش کارخانه 1/3 کاهش یافته. با این حال وضع بریتانیا از ایتالیا و اسپانیا و فرانسه خیلی بهتر است که اقتصادشان خسارت خیلی بزرگتری دیده. بدتر از همه اینها چین است که تولید ناخالص داخلیش 9.8% کاهش یافته. آن هم در حالی که از مناطق دور افتادهش که تاکنون از کرونا در امان مانده بود، موارد تازه ابتلا کشف می شود و سیاست بازگشایی قرنطینه را به چالش می کشد. دیروز در حوالی مغولستان گزارش کرونا آمد، امروز از مرز روسیه، از جیلین در انتهای شمال شرقی چین. از همان خاور دور و سرزمین‌های پیروان بودا بشارت‌هایی هم می‌رسد. در تایلند ظرف 24 ساعت گذشته هیچ مبتلای تازه‌ای به کرونا شناسایی نشده. آمار 3017 نفری مبتلایان و 56 نفری جان باختگان تکان نخورده. مهرداد فرهمند، BBC. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم امروز. گزارش‌ها از رعایت نکردن فاصله گذاری اجتماعی در بعضی از مراسم مذهبی ایران حکایت دارد. ستاد مدیریت کرونا گفته درباره نماز عید فطر و تظاهرات روز قدس تصمیم می‌گیرد. مردم انگلستان از امروز محتاطانه به محیط کار برگشتند. در آن سوی دنیا چین نگران از موج تازه کرونا، یک شهر دیگر را قرنطینه کرد. در ادامه این برنامه، هزینه سنگین غذاهای ناسالم برای مردم دنیا و راه حل پژوهشگران. وزارت صحت افغانستان اعلام کرده که شمار قربانیان حمله به بیمارستان کابل که دیروز اتفاق افتاد به 24 نفر رسیده. بیشتر قربانیان مادر و نوزاد هستند. زایشگاه 100 تخت خوابی دشت برچی در غرب کابل دیروز هدف حمله افراد مسلح قرار گرفت. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. طالبان محکوم کردند، اما دولت این گروه را مسئول حمله معرفی کرده. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. این حمله مرگبار دیروز به شفاخانه‌ای در کابل کار کدام گروه بوده؟ دولت افغانستان روایت متفاوتی از شریک استراتژیکش آمریکا دارد. سرپرست وزارت داخله به محل حمله رفت و انگشت اتهامش را به سوی طالبان نشانه گرفت. ما مقصر اصلی زیر طالبان را می‌دانیم، چون همیشه بستر رشد تروریسم در افغانستان طالبان بوده و گرفتاری هایی که در آخر کردیم از گروهی که به نام داعش است، نماینده توانی نزدیک حقانی با گروه داعش است و در عین حال حمله که صورت گرفت یک جنایت جنگی است و نماینده ازی است که طالبان هیچ نوع تعهدی به توافقاتی که صورت گرفته ندارند.
امروز هم سخنگوی رئیس جمهوری به شدت علیه طالبان تاخت و گفت انکار طالبان از دست داشتن در حملات چند روز اخیر برای مردم افغانستان و جامعه جهانی قابل قبول نیست. ما هر روز از طالبان فقط روایت جنگی میشنویم. جز جنگ، راجع به صلح، راجع به ختم جنگ، راجع به قطع خشونت‌ها شما حرفی از طالبان نمیشنویم. و بدون شک امروز هم ادامه جنگ و ای که ما در پروسه صلح هنوز پیشرفت نداریم، این در نتیجه تعهد این گروه برای ادامه خشونت و حراست‌گری است. از دید زلمه خلیلزاد که کشورش با طالبان توافقنامه صلح امضا کرده اما حمله دیروز کار طالبان نبوده. او در توییتی نوشته که همکاری طالبان و دولت افغانستان در برابر دشمن مشترکی که مرتکب چنین جنایاتی می شود و همکاری برای مهار کووید 19 ضروری است. در واکنش به این حمله وزارت خارجه آمریکا گفت طالبان و حکومت افغانستان باید برای به دادگاه کشاندن مرتکبین این جنایت همکاری کنند. ده هوادوال و عوام تأسیسات و ده امنیت. بعد از این حمله، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری به نیروهای امنیتی دستور داد که حملات خود را از حالت دفاعی و وضعیت تهاجمی مبدل کنند علیه گروه طالبان و دیگر گروه‌های جنگجو. الحمدلله. طالبان حملات دیروز را محکوم کردند و در واکنش به این موضع آقای غنی دولت افغانستان را به ایجاد موانع در برابر روند صلح متهم کردند. این گروه گفته که از این پس مسئولیت شدت جنگ و پیامدهای آن به دوش دولت است. پس از حمله دیروز، در حالی که دولت، آمریکا و طالبان در حال خط نشان کشیدن و توصیه کردن بودند، بسیاری افغانها در اندوه حمله بی پیشینه‌ای بودند که در آن مادران و نوزادان کشته و زخمی شدند. سن نوزادی یک روزه بود و نوزاد دیگر چند ساعته. علی حسینی، بی بی سی، کابل. وزارت خارجه افغانستان از آغاز تحقیقات مشترک با ایران درباره غرق شدن شماری از افغان‌ها در مرز بین دو کشور خبر داده. بستگان این افراد می‌گویند که آنها را مرزبانان ایرانی به رودخانه هریرود انداختند، اما دولت ایرانی این اتهام را رد کرده. وزارت خارجه افغانستان گفته تحقیق مشترک دو کشور زمینه را برای پیدا کردن حقیقت و تأمین عدالت هموار خواهد کرد. محمد حمید طهماسی رئیس هیئت تحقیق ریاست جمهوری افغانستان از کابل با ما هست. آقای طهماسی، شما خودتون به هرات رفتین، با خانواده تعدادی از این قربانیان دیدار کردین. شواهدی که شما خودتون دیدید و نتیجه‌ای که تا اینجا هیئت تحقیق بهش رسیده چه چیزی رو نشون میده؟ سلام خدمت شما و خدمت بیننده‌های محترم تلویزیون شما. از چند روز بدین شد که ما مسئول جمع‌آوری مدارک، اسناد، شواهد و مصاحبه و صحبت با قربانیان حادثه هستیم. اسناد و مدارک کاملا جمع‌آوری شده در قسمت وقوعی واقع و خوشبختانه طرف ایرانی موافقت کردند که برای فردا ساعت 9 بجه به وقت افغانستان تحقیقات مشترک پیرامون از این موضوع در محل واقع که ساحه دهنه ذوالفقار ولسوالی گلران ولایت هرات هستند آغاز نماید. آیا میتونید کمی از آنچه که هیئت تحقیق افغانستان به اون نتیجه‌ای که رسیده هم به ما بگید؟ در مجموع در این حادثه متاسفانه 46 نفر از هموطنان عزیز ما شامل بودند که تا امروز 12 جسد از آب در آورده شده و در حدود 16 نفر از هموطنان ما در این حادثه نادرک هستند و بقیه افراد تانسته بودند که به کمک غواصان محل خودشان را نجات بدن که ما مصاحبه های همراه اونا داشتیم. آیا شما فکر میکنید که مرزبانان ایرانی از اونها خواستند که به هریرود در هریرود خودشون رو غرق کنن یا از همون راه برگردن؟ به اساس یافته های اولی ما دریافتیم که این افراد و اشخاص و هموطنان ما مجبور شدند که باید به دریای هریرود پایین شوند. اجازه بدیم که تیم دو طرف، تیم تحقیقاتی
دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران سر از این موضوع صحبت بکنند. اسناد مدارک و شواهد را که ما در هرات جمع‌آوری کردیم با طرف ایرانی مورد بحث قرار دهند. ایران اصولا رد کرده و میگه اونجا پست بازرسی وجود نداره و این اتفاق حتی در ابتدا گفته بودن در مرز ایران افغانستان نیفتاده. اگر با چنین جوابی از طرف ایران مواجه بشید چه خواهید کرد؟ مدارک اثباتی کافی در قسمت پسته سرحدی یا تانه سرحدی طرف ایران وجود داره و محل واقعی که افغان ها در اون ساحه قتل شدن اسناد وجود داره. بنابراین ما خواهشمند هستیم از طرف ایرانی که در روشنایی اسناد مدارک در فضای کاملا صمیمانه به خاطر عدالت و به خاطر چگونگی و چرایی واقع شدن این واقع با طرف ما صحبت بکنن و به نتیجه برسن. ممنونم از شما. ما در طول روزهای آینده هم امیدواریم باز بتونیم با شما صحبت بکنیم. محمد حمید طهماسی رئیس هیئت تحقیق ریاست جمهوری افغانستان از کابل. وزیر خارجه آمریکا که به اسرائیل سفر کرده ایران را متهم کرده که در زمان شیوع ویروس کرونا به ترور دامن می‌زند. مایک پومپئو در نشست خبری مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت در شرایطی که مردم ایران به سختی با کرونا مبارزه می‌کنند رژیم جمهوری اسلامی از منابع این کشور برای گسترش ترور استفاده می‌کند. وزارت خارجه آمریکا گفته که در این سفر درباره تلاش‌های متقابل برای مهار همه‌گیری ویروس کرونا و موضوعات مرتبط با نفوذ ایران در منطقه گفتگو می شود. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد از تلاش آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران انتقاد کرده. واسیلی نبنزیا گفته آمریکا برجام را ترک کرده و تلاشش برای برگرداندن تحریم ها علیه ایران با استفاده از این توافق مضحک است. طبق قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که بعد از برجام تصویب شد، تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر یعنی حدود 5 ماه دیگر به پایان میرسد، ولی آمریکا خواهان تمدید نامحدود این تحریم است. اکثر مردم دنیا به غذای سالم دسترسی ندارند یا قدرت خریدن اون رو ندارند. در یک گزارش سالانه که پژوهشگران مرجع در حوزه غذایی منتشر کردن، امنیت غذایی در کنار سلامت غذایی مطرح شده. در این گزارش اومده که هزینه های مصرف غذاهای پرکالری ولی غیر مغذی بار سنگینی بر دوش نظام درمانی دنیا گذاشته که در دوران بحران کرونا وخیم‌تر هم خواهد شد. سیاوش اردلان گزارش میده با این هشدار که بعضی از تصاویر این گزارش ممکنه ناراحت کننده باشه. نظام غذایی در جهان باید دگرگون شود. این توصیه یک تحقیق مرجعی است که هر سال سلامت غذایی را در نقاط مختلف دنیا بررسی می‌کند. طبق این تحقیق اکثریت کشورهای دنیا در تأمین سلامت غذایی کارنامه قبولی نمی‌گیرند، چون اکثریت مردم دنیا دسترسی به غذای سالم ندارند. عوارض ناشی از سوء تغذیه از دلایل اصلی بیماری و مرگ و میر در جهان است. آمار میگوید از هر 9 نفر یک نفر شبها گرسنه میخوابد، اما از هر 3 نفر یک نفر دچار اضافه وزن و چاقی است. یعنی گرسنه نیست ولی به علت مصرف غذاهای پرکالری و فراوری شده که ارزان و به راحتی در دسترس است از عوارض ناشی از اضافه وزن و چاقی رنج میبرد. بیماری های قلبی، مرض قند و سرطان ناشی از سوء تغذیه و مصرف بی‌رویه گوشت قرمز و فراوری شده هر سال بیش از 1,000 میلیارد دلار هزینه دوا و درمان بر جا می‌گذارد. بحران کرونا این وضعیت را بدتر کرده. کسی که سوء تغذیه دارد مسئولیت کمتری در برابر ویروس دارد. تعداد آنهایی هم که گرسنه هستند به دلیل درگیر بودن جهان با بحران کرونا بیشتر خواهند شد و از 800 میلیون نفر کنونی به بیش از 1,200,000,000 نفر خواهد رسید. آنچه در گزارش سالانه مواد غذایی توصیه شده این است که نابرابری در نحوه تولید و توزیع و فروش غذا کمتر شود. بر اساس این ویدیوی آموزشی سازمان جهانی غذا، خریدن یک بشقاب لوبیا و برنج نیازمند 1.5 برابر دستمزد روزانه یک شهروند در سودان است. خریدن همان بشقاب برنج و لوبیا در سوئیس زیر 1% درآمد روزانه یک شهروند سوئیسی است. توصیه دیگران است که نظام کشاورزی دنیا باید به جای تمرکز بر روی تولید غذاهای پرکالری مثل برنج و گندم و ذرت دامی که مقوی هستند ولی مغذی نیستند، بر روی غذاهایی تمرکز کند که مغذی هستند مثل میوه، سبزیجات، خشکبار و غلات و آنها را ارزان به دست مردم برسانند.
در گزارش سالانه سلامت غذایی از بحران کرونا به عنوان فرصتی یاد شده که برای اصلاح نظام شکننده و معیوب غذایی در دنیا باید مورد استفاده قرار گیرد. اصلاحاتی که هم بشر را به سلامت و امنیت غذایی برساند، هم طبیعت و محیط زیست را به عنوان منبعی پایدار برای تولید غذا حفظ کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. زندگی با تهدید ویروس کرونا سخت‌تره یا با تهدید بمباران شیمیایی؟ این سوالی نیست که هر کسی بتونه بر اساس تجربه شخصیش به اون جواب بده. اما جانا، دختر 10 ساله اهل سوریه، در اردوگاه پناهجویان در ادلب زندگی میکنه. او از زندگی در این اردوگاه زیر سایه اپیدمی کووید 19 میگه و از هراسش از بمباران شیمیایی. اسم من جاناس، 10 سالم و اهل قوطه شرقیم. وقتی قوطه بودیم چند بار آواره شدیم. وقتی دولت میومد و یه شهری رو میگرفت ما فرار میکردیم یه جای دیگه. هر روز ما رو بمبارون میکردن. آخر سر دولت تمام قوطه رو گرفت و مجبور شدیم بیایم به ادلب. حالا تو اردوگاهی هستیم که قبلا استادیوم ادلب بوده. خطر کرونا مصعب محد المخاطر اللي شفناها بالغوطه. کرونا تهدیدی به بزرگی خطرهایی که تو قوطه ما رو تهدید می‌کردن نیست. برای اینکه شما می‌تونید با موندن توی خونه یا چادر خودتون و بستن در از خودتون محافظت کنید. مثلا می‌تونید جای شلوغ نرین و دستاتون رو با آب و صابون بشورین. ماسک بزنید و دستکش بپوشید و از شوینده دست استفاده کنید. خدا رو شکر هیچ کسی اینجا کرونا نگرفته. برای اینکه ویروس اینجا خیلی سریع میتونه منتقل بشه، چون مثلا آدم‌ها اینجا برای گرفتن نون یه جا جمع میشن و جا خیلی کمه. 300 نفری که تو این اردوگاه زندگی میکنن فقط 4 تا دستشویی دارن. اگه یه نفر اینجا مریض بشه همه توی یه روز ازش میگیرن. این ویروس شاید سخت‌تر از گاز سارین یا بمبارون شیمیایی باشه، اما میشه در برابرش مقاومت کرد. هرچند که گاز سارین بلافاصله آدمو میکشه. بمباران شیمیایی هم همینطوره. یا بلافاصله میکشه یا باعث میشه تمام عمر زجر بکشی. معنی شما من بعید بضل بعن طول عمره. ممنونم از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشم.